سلام، لابد خیلی خوشحالی از اینکه رأی آوردی. البته جای خوشحالی هم داره، اما اگر فکر میکنی که دیگه کار تمام شد، باید گفت شدیداً اشتباه میکنی. کار تازه شروع شده. تو الان شدی نماینده همه ما از هر قشر و گروهی، اما به طور خاص شدی نماینده همه دست پینه بسته ها، اونها که عموماً دست و بال بازی ندارن، اونها که بیشتر باید بهشون برسی. کار تازه شروع شده. اگر جزو کسانی هستی که رأی نیاوردی، ممنون از حضورت. در ضمن خوشحال باش که بار سنگین مسئولیت به دوشت نیفتاد و خوشحال باش که شریک بودی در شکوه و گرمای انتخابات، انتخاباتی که انصافاً باعث افتخاره. به نظر میرسه نتیجه انتخابات و ترکیب منتخبین خیلی معنا داره. تفسیر این نتایج بماند بر عهده پژوهشگران، اما از تفسیرش غافل نشید. رأی مردم معنا داره. منتخبین به خصوص از نوع تازه کارش به شدت حواسشون باشه، چون از همین الان یه عده میان سراغشون برای برخی مقاصد. یه اصل هست که میگه بین جیب باز و دهان بسته یه رابطه کاملا مستقیم وجود داره. یک نفر روز انتخابات در حسینیه ارشاد گفت به منتخبین بگید ما بدون چشم داشت مادی آمدیم و سنگ تمام گذاشتیم. از فردا نوبت شماست، ببینیم چه میکنید. سنگ تمام میگذارید؟ همه گروه ها و افراد و احزاب، اگر حضور وسیع مردم رو به حساب تایید خودتون یا حزبتون گذاشتید، شرمنده، بازم اشتباه کردید. مردم پای نظامی که خون دادن براش، که سختی کشیدن براش هستند. من و تو باید بدویم که از مردم جا نمونیم، بدویم که بتونیم دینمون رو ادا کنیم. هرچند نتایج هزار مدل نظرسنجی قبل انتخابات اعلام شد، اما چند مرکز معتبر اعداد تقریبا دقیقی اعلام کردند. این نشون میده که نظرسنجی در ایران رشد قابل قبولی داشته. از این مراکز برای رفع مشکل بنیادین شناخت افکار عمومی در کشور کمک بگیریم. اونقدر قوانین تبلیغات تنگ بود که گرما و هیجان چندانی در خیابانها دیده نمیشد. این آرامش برای برخی از اهل رسانه نگران کننده شده بود که نکنه موجب سردی انتخابات بشه. اما حضور گرم مردم نشان داد در فضای آرامش و عقلانیت اتفاقا نتایج بهتری هم کسب میشه. اصولا فرمول حزب و انتخابات به هیجان در ایران مخصوص خودشه و با همه جای دنیا فرق میکنه. اگر جزو منتخبین جدیدی، پیشنهاد میشه طرح کاد از همین الان برو مجلس، چون باید سیاست خارجی بدونی، سیاست داخلی بدونی، اقتصاد سیاسی رو باید فول باشی، بودجه خوندن، بودجه نوشتن، شناخت قانون، شناخت خود مجلس، کلی گرفتاری داری، وقت نداری سرتو بخارونی. عجله کن. خداحافظ. واقعا به عنوان یک ایرانی مقیم خارج از کشور دست همه ایرانی ها رو میبوسن. رسانه ها اینجوری چه میکردن که واقعا استقبال نشه، یعنی نسبت به دوره های قبل اونقدر مثلا مردم استقبال نکنن. موقعی که تصاویر رو از تلویزیون به اصطلاح رسانه ملی تماشا میکردم، واقعا عشق شوق در چشمام ایجاد شد. حقیقتا فاصله بین روم تا تهران رو فراموش کردم. دیگه این حسی که جای من خالی بود توی کشورم اصلا به هم دست نداد. ای کاش منم در کنار بقیه هموطنانم دوشا دوش اینا میتونستم رأی خودم رو در اون صندوق آرا بندازم. واقعا این جمعیت رو من یکی انتظار نداشتم، ولی عالی دیدم این جمعیت. افتخار کردم به خودم و به کشورم و به ملتم.